آغاز عملیات فتح المبین. عملیات فتح المبین، عملیات نظامی گسترده نیروهای مسلح ایران علیه نیروهای مسلح عراق در خلال جنگ ایران و عراق بود که در مارچ 1982 میلادی، فروردین 1361 با تلفات بالای انسانی پس از 7 روز نبرد سنگین و با پیروزی قاطع نیروهای ایرانی و عقب نشینی نیروهای عراق از سرزمین‌های اشغال شده به پایان رسید. این عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه 22 مارچ 1982 میلادی 2 فروردین 1361 خورشیدی در جبهه جنوبی در منطقه غرب شهرهای شوش و دهلوران با وسعت حدود 2500 کیلومتر مربع در استان خوزستان انجام شد. تحریزی عملیات فتح المبین از نوامبر 1981 میلادی اواسط آبان 1360 خورشیدی آغاز شده بود. بسیاری بر این باورند که این عملیات نقطه عطف جنگ ایران و عراق است که در نهایت منجر به بیرون راندن نیروهای عراقی از بخش بزرگی از خاک خوزستان شد. مرحله اول عملیات فتح المبین در غرب دزفول و شوش آغاز شد. اهداف این عملیات انهدام نیروهای ارتش عراق، آزادسازی ارتفاعات و مناطقی در جنوب کشور بود. در ابتدای مرحله اول این عملیات 2 گردان از سپاه و 2 گردان از ارتش بدون درگیری با نیروهای عراقی از خطوط مقدم گذشته و اقدام به دور زدن توپخانه آنها کردند. در ساعت 1:50 اولین خاکریزهای ارتش عراق سقوط کرد. همچنین خمپاره اندازهای واقع در ارتفاعات کوتگابون نیز توسط نیروهای ایرانی محاصره شد و در نهایت به تصرف آنها درآمد. با روشن شدن هوا، نیروی هوایی عراق اقدام به بمباران مواضع نیروی ایرانی نمود. در ساعت 8:30 بامداد روز نخست، نیروهای عمل کننده در قرارگاه قدس، پادگان عین خوش و مناطق اطراف آن را به تصرف خود درآوردند و پس از آن منطقه امامزاده عباس و جاده تدارکاتی دهلوران نیز در کنترل یگانهای قرارگاه قدس قرار گرفت. در جبهه شمال شرقی نیز تپه های علیگر زرد، شاوریه و مواضع توپخانه عراق تا ارتفاعات نادری نیز توسط قرارگاه نصر تصرف شد. در جبهه جنوبی عملیات نیز نیروهای قرارگاه وط تا دامنه ارتفاعات رقابیه پیشروی کردند. در پایان مرحله اول عملیات فتح المبین در مجموع 650 کیلومتر مربع از اراضی تصرف شده توسط ارتش عراق در کنترل نیروهای ایرانی قرار گرفت و از نیروهای عراقی بیش از 6000 نفر اسیر و 10000 نفر کشته و زخمی شدند. مرحله دوم پس از موفقیت نیروهای ایرانی در مرحله اول عملیات در کمتر از 24 ساعت بعد آغاز شد که در این مرحله هم موفق شد و توانست مرحله سوم عملیات را هم انجام دهد و در نهایت این نبرد طولانی با پیروزی ایران به پایان رسید.